ما میدونیم در معادله های شیمیایی که صورت سوال به ما میده یه سری مواد در سمت چپ هستن که به عنوان مواد اولیه و یه سری در سمت راست نوشته میشن به نام فرآورده ها یا محصولات. در یک معادله شیمیایی داده شده باید دقت کنیم. فرمول شیمیایی حالت های فیزیکی مواد واکنشنده و فرآورده رو بر ما مشخص میکنه. مواد اولیه رو همیشه در سمت چپ معادله نوشته میشه و فرآورده همیشه در سمت راست معادله. یه حالت کلی و نمای کلی از معادله های شیمیایی بود. ما میخوایم از یک معادله شیمیایی چه اطلاعاتی میتونیم به دست بیاریم؟ حالت های مختلف به چه صورتیه؟ دقت میکنیم. نمادهای به کار رفته برای نمایش حالت فیزیکی مواد در معادله های شیمیایی. ما گفتیم در معادله های نمادین باید حالت های فیزیکی رو تعیین کنیم. حالا این حالت های فیزیکی جامد، مایع، گاز و محلول هستند. از چه نمادهایی باید استفاده کنیم؟ S به معنای جامد، L مایع، G گاز، IQ یعنی محلول. ما از این نمادها برای تعیین حالت های فیزیکی در معادله های نمادین استفاده میکنیم. نکته بعدی، خب ما میگیم از یک معادله شیمیایی یه سری اطلاعات به دست میاد، اما یه سری اطلاعات رو نمیتونیم به دست بیاریم. حالا ما میخوایم ببینیم از روی یک معادله شیمیایی داده شده چه اطلاعاتی به دست میاد. یک، شرایط لازم برای انجام واکنش که اینو روی فلش واکنش مینویسه. مثلا این واکنش در چه دمایی انجام میشه، در چه فشاری انجام میشه، با حضور کاتالیزگر انجام میشه یا نه. پس ما میتونیم از روی معادله شیمیایی مراحل انجام واکنش رو بررسی کنیم. دو، حالت فیزیکی. گفتیم در معادله نمادین حالتهای فیزیکی رو همیشه باید بنویسیم، جامد، مایع، گاز. سه، فرمول شیمیایی مواد اولیه و فرآورده. گفتیم فرمولهای شیمیاییش رو داریم. چهار، تغییرات گرمای واکنش. خب ما واکنش هم دو حالت داره، یا در یک فرآیندی واکنش که داریم انجام میشه گرما تولید میشه یا گرما جذب میشه. ما میتونیم در یک معادله شیمیایی گرماده و گرماگیر بودن و معادله رو مشخص کنیم. اگر گرما کیو سمت راست معادله قرار داشته باشه، این فرآیند، این واکنش گرماده. اگر در سمت چپ در کنار مواد اولیه کیو و گرما داشته باشیم، این واکنش واکنش گرماگیره. نکته بعدی که متوجه میشیم، نوع واکنش. ما در مباحث بعدی بهتون آموزش میدیم انواع واکنش ها. ما 5 نوع واکنش داریم: سوختن، ترکیب یا سنتز، تجزیه، جابجایی یگانه و جابجایی دوگانه. ما از روی معادله داده شده میتونیم نوع واکنش رو مشخص کنیم. و نکته بعدی، ضریب استکیومتری که ما در یک معادله موازنه شده میتونیم ضرایب استکیومتری مواد اولیه و فرآورده چیکار کنیم، به راحتی مشخص کنیم. اینا اطلاعاتی بودن که از روی یک معادله شیمیایی کامل میتوان نتیجه گرفت. اما گفتیم از روی معادله نمیتونیم اطلاعات خیلی زیادی به دست بیاریم. بعضی از اطلاعات ما نمیتونیم تعیین کنیم. دقت میکنیم به نکته بعدی. اطلاعاتی که از یک معادله شیمیایی کامل نمیتوان نتیجه گرفت. یک، چگونگی و ترتیب مخلوط کردن واکنش دهنده با یکدیگه. ما نمیدونیم برای انجام واکنش مواد اولیه چجوری باید با هم برخورد کنند، با چه شرایطی باید انجام بشه تا واکنش انجام بشه. دو، نکات ایمنی واکنش. از روی معادله داده شده من نمیتونم مشخص کنم که این واکنش ما سمی یا غیر سمی. آیا در حین انجام با انفجار انجام میشه، نور و گرما داره یا به حالت کند انجام میشه. سه، سرعت واکنش. باز از روی معادله شیمیایی باید دقت کنیم. ما نمیتونیم سرعت واکنش رو به دست بیاریم. کند یا تند بودنش تعیین نمیشه. چهار، واکنش دهنده محدود کننده و اضافی. میگیم در واکنشی که داره انجام میشه، در بعضی اوقات همه مواد اولیه با هم تموم نمیشن. یکی زودتر تموم میشه. خب وقتی از بین مواد اولیه ما یکی تموم بشه، اون واکنش دیگه انجام نمیشه. که در اصطلاح به اون ماده که زودتر تموم میشه میگیم محدود کننده، از اونی که در ظرف واکنش باقی مونده میگیم ماده اضافی. که تعیین این فرآیندها رو در آخر فصل 1 در خدمتتون هستیم. نکته بعدی، مکانیزم یا سازوکار واکنش. میگیم برای انجام واکنش ها مراحل مختلفی وجود داره. ما واکنشی داریم که تو دو یا چند مرحله انجام میشه، اما در معادله شیمیایی که به ما میده ما نمیتونیم این چند مرحله بودن و سازوکار یک واکنش رو تعیین کنیم. اینا اطلاعاتی بودن که ما نمیتونیم از یک معادله شیمیایی کامل به دست بیاریم. این سراغ نکته بعدی، معنای برخی عبارت‌ها یا نمادهای مورد استفاده در معادله‌های شیمیایی.
گفتیم در معادله های شیمیایی روی فلش واکنش یه سری اطلاعات به ما میده. یعنی شرط انجام اون واکنش رو روی فلش برام تعیین میکنه. ما حالت های مختلفی داریم که نکات خیلی مهمی داره و در امتحان های مختلف هم سوال داشته. دقت میکنیم به مثال ها. اگر یک فلش خالی باشه، چیزی روش نوشته نشده باشه، این معنیش این میده که این واکنش تولید میکند یا میدهد. و سلام. حالت بعدی، اگر روی فلش داده شده علامت دلتا وجود داشته باشه، این به ما میگه که برای انجام این واکنش ما باید مقداری گرما و انرژی اول بهش بدیم. توضیح کامل میگه واکنش دهنده بعد از سر گرم شدن واکنش میدهد. دقت کنن دانش آموزا، اینجا دانش آموزا چند تا اشتباه دارن. این علامت واکنش گرماگیر نیست. دانش آموز فکر میکنه چون در آغاز واکنش داره بهش میگه گرما میده، این واکنش گرماگیره. نه، ما نمیدونیم در پایان چقدر گرما تولید میشه. شاید در فرآیند داده شما ابتدا یه مقدار انرژی و گرما میدیم، در آخر گرمای بیشتری آزاد بشه، اون موقع فرآیندش گرماده. پس دقت کنید، نماد واکنش گرماگیری نیست. و در واکنش های تجزیه، چون ما اول باید مقداری گرما و انرژی بدیم، همیشه از این علامت دلتا استفاده میشه. باز اینا با توجه کنیم که این علامت واکنش های تجزیه هم نیست. پس اگه در سوال امتحانی اومد باید دقت کنیم، فقط میگیم واکنش با گرفتن مقداری گرما انجام شده. نماد بعدی، اگر روی فلش داده شده فشاری رو نوشته، مقدار یه فشار رو نوشته، مثلا 20 اتمسفر، این داره به ما میگه که این واکنش شیمیایی در فشار 20 اتمسفر انجام میشه. یعنی اگه فشار به 20 نرسه واکنش انجام نمیشه. نماد بعدی، اگر روی یک فلش اومد از یک عنصر استفاده کرد، نماد شیمیایی یک عنصر، یعنی این عنصر کاتالیزگر واکنش ماست. مثلا PD نشون میده که این واکنش در حضور کاتالیزگر PD انجام شده. مثلا FE باشه، یعنی آهن کاتالیزگر ماست. نماد بعدی، اگر روی فلش داده شده مقدار دما بذاره، یعنی این واکنش در این دما انجام میشه. یعنی اگر دما به این مقدار نرسه این واکنش انجام نمیشه. که اینا نمادهایی بودن که به ما اطلاعات میدادن در مورد یک معادله. بریم سراغ مثال. در هر مورد معادله نمادی واکنش معرفی شده را بنویسید. برای نوشتن معادله های نمادین، از روی معادله نوشتاری ما باید نکاتی که در فیلم های آموزش گذشته، نامگذاری و فرمولی ترکیبات یونی و مولکولی که گفتیم اینجا به کار ببریم. دقت کنید. محلول سدیم سیانید به علاوه محلول نقره نیترات میدهد رسوب نقره سیانید و محلول سدیم نیترات. در این معادله های نوشتاری باید دقت کنیم. خود سوال کار ما راحت کرده، یعنی مواد اولی و فرآورده را تعیین کرده. ما میدونیم اینا با هم واکنش میدن و این فرآورده ها به وجود میاد و دونه دونه ما باید معادله نمادینش رو بنویسیم. محلول سدیم سیانید با توجه به نکات گفته شده در نامگذاری و فرمولیسی ترکیبات یونی، ما ابتدا باید بیایم آنیون ها و کاتیون ها رو تعیین کنیم. ابتدا کاتیون و سپس آنیون را نوشته، ظرفیت ها جابجا میشد، اگه با هم ساده میشد این اعداد با هم ساده میکردیم که سدیم سیانید به حالت NaCN به حالت IQ. محلول نقره نیترات، نیترات NO3 منفی، نقره آجه مثبت که ترکیب حاصل آجه NO3 محلول که میدهد رسوب نقره سیانید. سیانید CN منفی، نقره آجه مثبت که ترکیب حاصل آجه CN جامد که خود سوال گفته رسوب، که ما رسوب به حالت S نشون میدیم. و در پایان محلول سدیم نیترات، نیترات NO3 منفی، سدیم Na مثبت که ترکیب حاصل NaNO3 IQ. میرسیم سراغ مثال بعدی. با توجه معادله داده شده، محلول پتاسیم فسفات به علاوه محلول کلسیم نیترات میدهد رسوب کلسیم فسفات به علاوه محلول پتاسیم نیترات. باز اینجا چون اکثر ترکیبات یونی استفاده شده، از قواعد ترکیبات یونی استفاده میکنیم. پتاسیم فسفات، فسفات PO4 سه‌بار منفی، پتاسیم کای مثبت که ترکیب حاصل کاس PO4 محلول. کلسیم نیترات، نیترات NO3 منفی، کلسیم Ca دوبار مثبت که ترکیب حاصل CaNO3 دو مرتبه حالت محلول. گفتیم رسوب کلسیم فسفات تولید میشه، فسفات PO4 سه بار منفی، کلسیم Ca دوبار مثبت که ترکیب حاصل Ca3PO4 دو مرتبه به حالت S. و در پایان محلول پتاسیم نیترات، نیترات NO3 منفی، پتاسیم کای مثبت که ترکیب حاصل KNO3 محلول. میریم سراغ مثال بعدی. با توجه معادله، پتاسیم پرمنگنات جامد
بر اثر گرما تجزیه میشه به پتاسیم منگنات جامد، منگنز 4 اکسید و گاز اکسیژن. پتاسیم پرمنگنات، پتاسیم کای مثبت، پرمنگنات MnO4 منفی که ترکیب حاصل KMnO4 جامد. گفتیم تجزیه میشه به پتاسیم منگنات، پتاسیم کای مثبت، منگنات MnO4 دوباره منفی که ترکیب حاصل K2MnO4 جامد. گفتیم فرآورده بعدی منگنز 4 اکسید که منگنز 4 میشه Mn4 بار مثبت، اکسید اوید بار منفی که ابتدا کاتیون و آنیون را نوشته و ظرفیت ها را هم ساده میکنیم که ترکیب حاصل میشه MnO2 جامد. و در پایان گاز اکسیژن. گفتیم گاز اکسیژن یک مولکول دو اتمی گازیه که ترکیب حاصل O2 گاز. بریم سراغ مثال بعدی. از واکنش گاز هیدروژن با گاز کلور، گاز هیدروژن کلورید تولید میشه. ما نکته که باید اینجا دقت کنیم اینه که در این مدل از معادله های نوشتاری ما اولین کاری که میکنیم باید ببینیم مواد اولیه و فرآورده کدومه. اینا رو تعیین کنیم. میگه گاز هیدروژن با گاز کلور واکنش میده. پس اینا جزء مواد اولیه ما هستن. میگه گاز هیدروژن کلورید تولید میشه و گاز هیدروژن کلورید جزء فرآورده های ماست که من میتونم این معادله نوشتاری رو به این معادله نوشتاری تبدیلش کنم. گاز هیدروژن به علاوه گاز کلور میدهد گاز هیدروژن کلورید. خب ولی تبدیل این معادله نوشته به معادله نمادین، قبلا گفتیم گاز هیدروژن به صورت H2 گاز بیان میشه. گاز کلور گفتیم مولکول دو اتمی گازی Cl2 گاز که میدهد گاز هیدروژن کلورید HCl. این معادله نمادین معادله داده شده است. خب با هم بریم سراغ مثال بعدی. فلز آلومینیوم و گرد آهن سه اکسید با یکدیگر واکنش میدهند و نمک جامد آلومینیوم اکسید و آهن مذاب تولید میکنه. باز باید دقت کنیم یک معادله نوشتاریه که به حالت کلی بیان شده. اولین کاری که من میام مواد اولیه و فرآورده رو تعیین کنم. خب مشخصه آلومینیوم با گرد آهن سه اکسید واکنش میده. پس اینا جزء مواد اولیه ما هستن. از طرف دیگه نمک جامد آلومینیوم اکسید و آهن مذاب تولید شده میره جزء فرآورده ها که این معادله رو من به این صورت تبدیل میکنم. فلز آلومینیوم به علاوه گرد آهن سه اکسید میدهد نمک جامد آلومینیوم اکسید و آهن مذاب. برای نوشتن معادله نمادین فلز آلومینیوم نوشته میشه. فلزات برای چنین حالاتی باید بدونیم که همیشه به جز جیوه جامدن. جیوه تنها فلز مایه که به صورت L نوشته میشه، اما بقیه فلزات جدول تناوبی به صورت S. آهن سه اکسید، خب آهن سه Fe سه بار مثبت، اکسید O دو بار منفی که ترکیب حاصل Fe2O3. خب چون گفته گرد، گرد یعنی حالتش جامد، ما از S استفاده میکنیم. در فرآورده میگه نمک جامد آلومینیوم اکسید، آلومینیوم سه بار مثبت، اکسید O دو بار منفی که ترکیب حاصل میشه Al2O3 به حالت جامد. و در آخر آهن مذاب، آهن به صورت Fe. اینجا خودش قید کرده مذاب، بس ما میگیم Fe مایه. همراه باشیم با مثال بعدی. جی میگه پتاسیم کلرات جامد در اثر گرما به پتاسیم کلرید جامد و گاز اکسیژن تجزیه میشه. باز گفتیم اولین کاری که میکنیم بعد مواد اولیه و فرآورده رو شناسایی کنیم. خب ما میدونیم پتاسیم کلرات جزء مواد اولیه ماست که داره تجزیه میشه. بعد در سمت چپ نوشته بشه و فرآورده ها پتاسیم کلرید جامد و گاز اکسیژن که معادله به این صورت. معادله نوشتاری میخوام تبدیل کنم به معادله نمادین. پتاسیم کلرات، پتاسیم کای مثبت، کلرات CLO3 منفی که ترکیب حاصل KCLO3 جامد. میدهد پتاسیم کلرید جامد، پتاسیم کای مثبت، کلرید Cl منفی که ترکیب حاصل KCl جامد. و در آخر گفتیم گاز اکسیژن تولید میشه که ما میدونیم اکسیژن یک مولکول دو اتمی گازی، ترکیب O2 گاز.